گفتاری درباره هنرمند شهیر آقای غلام حسین بنان که در آذر ماه 1344 تهیه شده و در این نوار ضبط شده است. تاریخ نویسان میگویند همان دمی که سخن گفتن و حرف زدن و این همان هنگامی است که انسان برای اولین دفعه توانست به وسیله صدای خوش و مطبوع خوشی‌ها و رنج‌های خود را نمایش دهد. چنان که می‌دانیم بسیاری از مظاهر طبیعت نوای موسیقی را ایجاد می‌کند. صدای آبشار، ریزش باران، غرش رعد، وزش باد، آهنگ دریای طوفانی، افتادن برگ‌های درختان، چهچهه بلبل، چارنعل اسب و سایر آهنگ‌های طبیعی هر یک نغمه‌ای از نواهای طبیعت است. انسان در میان این اصوات به دنیا آمد و مبانی موسیقی را از طبیعت آموخت و از راه تقلید این اصوات توانست نغمات و آهنگ‌های دلپذیر خود را به وجود آورد. ترس از عوامل طبیعی مانند رعد و طوفان و زلزله و تاریکی باعث پیدایش عقاید دینی و ما بعد طبیعی شد و انسان به یک قدرت مافوق که مسبب فعل و انفعالات طبیعی است ایمان آورد و برای حفظ خود و غلبه بر ترس و وحشت به خدایان و ارباب انواع متوسل شد و برای پرستش آنها و جلب موافقتشان آوازهایی می‌خواند که تدریجاً به صورت سرودهای مذهبی و آوازهای دست جمعی برای عبادت یا شکوه و تمنا از درگاه الهی درآمد. کارل بوخر، جامعه شناس آلمانی، درباره آوازهای اولیه انسان می‌گوید که ابتدا ضرب و نوای موسیقی به وجود آمد و سپس برای سهولت نغمه سرایی شعر روی آن ساخته شد. امروز ترانه‌های محلی نیز به همین ترتیب به وجود می‌آید. ابتدا یکی از کارگران مزارع آهنگی را زمزمه می‌کند. دیگری از روی آن شعر می‌سازد و روستاییان دیگر دست جمعی آواز می‌خوانند و به آهنگ آن می‌رقصند. بنابراین می‌توان گفت که موسیقی و شعر و رقص تاریخ خود را از یک زمان آغاز کردند. ولی آوازخوانی مقدم بر شعر و رقص بوده است. هنر تغنی یا آوازخوانی خصیصه است که طبیعت به برخی از مردم عطا کرده و آنانی که صدایی خوش دارند و از این موهبت بهره‌مند باشند آوای موزون خود را برای جلوه دادن هنر خود به کار می‌برند. نواختن آلات موسیقی پس از هنر تغنی به وجود آمده و بنابراین باید معترف بود که صدای خوش و دلپذیر پایه و اساس اولیه موسیقی بشر بوده است. درباره صدای خوش دانشمندان و شعرا بسیار گفته و نوشتند که چند گفته آنها را در اینجا نقل می‌کنیم. امام محمد فیلسوف عالی قدر ایران که در قرن چهارم هجری میزیسته است در کتاب معروف خود موسوم به کیمیای سعادت فصلی درباره سماع و وجد دارد و چنین میگوید: بدون که ایزد تعالی سری است در دل آدمی که آن در وی همچنان پوشیده است که آتش در آهن، و چنان که به زخم سنگ بر آهن آن سر آتش آشکار گردد و به صحرا افتد، همچنین سماع آواز خوش و موزون آن گوهر آدمی را بجنباند و در وی چیزی پدید آرد بی آنکه آدمی را در آن اختیاری باشد، و سبب آن مناسبتی است که گوهر دل آدمی را با عالم علوی که عالم ارواح گویند هست، و عالم علوی عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هرچه متناسب است نمودگاری است از جمال آن عالم، چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است همه ثمره جمال و حسن آن عالم است.
پس آواز خوش موزون و متناسب هم شبهتی دارد از عجایب آن عالم. بدون سبب آگاهی در دل پیدا آید که باشد که آدمی خود نداند که اون چیست. و این در دلی بود که ساده بود و از عشقی و شوقی که بدون راه برد خالی باشد. اما چون خالی نباشد و به چیزی مشغول بود، اون در حرکت آید و چون آتشی که دم در وی دهند افروخت‌تر گردد. و هر که را دوستی خدای تعالی بر دل غالب باشد، سماع وی را مهم بود که آن آتش تیزتر گردد. و هر که را در دل دوستی باطل بود، سماع زهر قاتل وی بود و بر وی حرام بود. در مقدمه ابن خلدون فصل مخصوصی درباره فن قنا که مقصود از آواز خوش است آمده که در آن میگوید این هنر عبارت از آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطیع آوازها به نسبتهای منظم معلومی در علم موسیقی است که آواز هنگام قطع شدن توقیع کاملی پدید می‌آورد و آنگاه یک نغمه تشکیل می‌یابد. سپس این نغمه بر حسب نسبتهای معینی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و به سبب این تناسب و چگونگی خاصی که از آن در این آوازها به وجود می آید، شنیدن آنها لذت بخش می گردد. زیرا در علم موسیقی بیان شده است که آوازها دارای تناسب خاصی هستند، چنان که آوازی ممکن است نیمه یا یک چهارم یا یک پنجم یا بخشی از 11 قسمت آواز دیگر باشد و هنگام رسیدن آواز به گوش اختلاف این نسبت ها آنها را از سادگی به ترکیب مبدل می سازد. ولی هر گونه ترکیبی از آنها هنگام شنیدن لذت بخش نیست، بلکه ترکیب های خاص مایه لذت می شود که موسیقیدانان آنها را تعیین و منحصر ساخته و درباره آنها گفتگو کردند. فرخی سیستانی گفته است غذای روح سما است اون به شخص نبیز، خوشا نبیز که بخشد سماع طبع گشای. نبیز تلخ و سماع حزین و روی نکو، بدین سه چیز بود مردم جهان را رای. مرا طبیب جهان دیده این سه فرموده است، تو دوستان گرانمایه را همی فرمای. شیخ عجل سعدی گفته است چه خوش باشد آهنگ نرم حزین، به گوش حریفان مست صبوح. به از روی زیباست آواز خوش، که اون حظ نفس است و این قوت روح. حافظ جاودانی گفته است یار ما چون گیرد آغاز سما، قدسیان بر عرش دست افشان کنند. و در ساقی نامه می گوید مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. که بار غمم بر زمین دوخت پای، به ضرب اصولم برآورد سجای. به مستان نوید و سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست. روان بزرگان ز خود شاد کن، ز پرویز و از بار بود یاد کن. گفته های بسیاری از دیگر بزرگان و دانشمندان درباره صدای خوش و تأثیر آن در روح انسانی هست که میتوان یاد کرد، ولی متاسفانه از حوصله این نوار خارج است. همینقدر به طور خلاصه میتوان گفت که صدای خوش و دلپذیر که بهترین تجلی موسیقی میباشد در روح انسانی تأثیر بسیار دارد و هنرمندانی که آوای خوش دارند و موجب سرور و خوشی دیگران میشوند خدمت بزرگی به جامعه می کنند. در عصر حاضر خوانندگان بسیاری چه زن و چه مرد بوده اند که هنرنمایی کرده و با آوای خود جان و جسم مردم را تسلی داده اند. ذکر نام همه آنها به درازا خواهد کشید و این نوار هم برای چنین کاری تهیه نشده است. اون چه من شخصا از خوانندگان همزمان خود درک کردم این است که به طور کلی مردم ایران وقتی آواز خوشی را می شنوند توجه کامل به شعر دارند تا معنی و مفهوم اون را به خوبی درک کنند. متاسفانه اکثر خوانندگان توجه به چهچهه و غلط و تحریر دارند
و توجه وافی به صحیح ادا کردن الفاظ نمی کنند. گواه این مدعا صفحات گرامافونی است که از صدای آنها ضبط شده است. شاید شیوه بلند خواندن که موجب می شود خواننده در اوج نتواند کلمات را به درستی ادا کند، علت دیگری برای این هم بوده است. به هر حال استنباط من این بوده که خوانندگانی که مقصود شعر را درک کرده و کمتر فریاد می کشند، کلمات را بهتر ادا می کنند و شنونده را بیشتر محسوس می سازند. یکی از خوانندگان نامی عصر حاضر که اسلوب خواندنش بسیار شیرین و دلپذیر می باشد، بنان است که شرح حال او از مقاله‌ای که آقای حسین علی ملاح در شماره 11 مجله پیام نوین نوشته و مورد تأیید بنان هم هست اقتباس شده است. غلام حسین بنان در سال 1290 شمسی در خانواده‌ای مرفه زاده شد. پدرش کریم خان بنان دوله نوری از جمله مستوفیان دیوان و صاحب جاه و مقامی بوده است. مادرش دختر شازده ممتقی میرزای رکنی برادر ناصرالدین شاه بوده و محیط خانه و خانواده بنان از هر جهت آماده پرورش ذوق و استعداد هنری او بود. مادر غلام حسین پیانو میزد. پدرش صدایی خوش داشت و به گوشه های آواز ایرانی وارد بود. از موسیقی لذت می برد. خواهران بنان نزد مرتضای نیداوود تار مشق می کردن. خاله اش نی می نواخت. هفته یک شب که دوستان بنان دوله به دیدنش می آمدند و مجلس بزمی می آراستند، هر بار یکی از شخصیت های هنری آن زمان مانند آسن قلی، میز عبدالله، درویش خان، رضا قلی خان، ضیاء الذاکرین و مرتضای نیداوود در آن جلسه حضور می‌یافتند و حضار را مستفیض می‌کردند. غلام حسین از همان ابتدای کودکی گوشش به نوای ساز و آواز الفت گرفت و از شنیدن آنها لذت می‌برد. به قراری که نقل می‌کنند، شبی مجلس بزم خانوادگی در اندرون بنان دوله برپا بود. هر کس هنری داشت، عرضه می‌داشت. نوبت که به غلام حسین رسید، یکی گفت بخواند، دیگری گفت برقصد. مادرش پیشنهاد کرد بگذارید برایتون ارگ بنوازد. همه با تعجب از این پیشنهاد استقبال کردند، زیرا جز معدودی دیگران نمی‌دانستند که این کودک 6 ساله نوازندگی ارگ را نزد مادرش فرا گرفته است و توانایی آن را دارد که قالب تصنیف‌های آن زمان را روی ارگ اجرا نماید. غلام حسین در میان کف زدن‌ها و سخنان تشویق‌آمیز بستگان و خویشان خود روی صندلی مقابل ارگ نشست و تصنیفی را که شهرت فراوانی داشت و بر زبان‌ها جاری بود نواخت و آن را خواند. حاضران از استعداد فوق‌العاده‌ای آوای مطبوب و دلپذیر او در حیرت شدند. پدرش او را نوازش کرد و رو به همسرش کرد و گفت خوشحالم که استعداد خوانندگی مرا به ارث برده است. غلام حسین بنان شاگرد مدرسه ثروت بود. هوش و حافظه خوبی داشت. بسیار دقیق و صاحب نظر بود. در زمینه ادبیات فارسی و به خصوص در شعر شناسی و تجزیه و تحلیل اشعار ذوق سرشاری نشان میداد. پدرش او را به میستاهر ضیاء رسائی معروف به ضیاء الذاکرین که در فن آواز مهارت به سزایی داشت سپرد که خواندن را به او بیاموزد. چند سالی بنان از محضر این استاد استفاده کرد و پس از آن هم چندی از استاد دیگر به نام ناصر سیف تعلیم یافت و هنوز به سن 20 نرسیده بود که خواننده خوبی شده بود. گذشته از صدای خوش و آوای بسیار دلپذیر، بنان هنر دیگری هم دارد که تقلید صدا و حرکات دیگران است و مسلماً اگر بنان به عالم هنر پیشگی گام می‌نهاد توفیق بسیار می‌یابد. بنان نقش انگیزی عجیبی دارد و اگر داستان یا ماجرایی برای او گفته شود، او می‌تواند همان داستان را با حرکات و لهجه خاص افراد آن برای شما نقل کند. صدای بنان به اصطلاح موسیقی ایرانی راستکوک می باشد، یعنی صدای او در حدود بالادسته تار است و به اصطلاح اروپایی صدای او باریتون است، یعنی واجد صوت متوسط می باشد. صدای او دارای زنگ و ارتعاش و حالت است و بنان در بیان تأثیرات درونی خود و ایجاد هیجان در شنونده توانایی فوق‌العاده‌ای دارد. بنان معتقد است که هر خواننده‌ای باید در حدود صدای خود آواز بخواند و از تقلید بی جا و بی تناسب خودداری کند. مثلا کسی که صدای زیر ندارد نباید به اصطلاح شش تنگ بخواند.
بنان در سال 1315 به سمت بایگان در وزارت کشاورزی استخدام شد و بعد از چندی به شرکت ایرانبار که مرکز آن در اهواز بود منتقل گشت و پس از چند سال به معاونت آن اداره منصوب شد. در سال 1322 به تهران آمد و به سمت منشی مخصوص وزیر خاربار به کار مشغول گشت. چند ماه بعد هم به اداره کل قلبونان انتقال پیدا کرد. ولی اصولاً مشاغل اداری با روح آزادمنش و اعصاب راحت طلب بنان سازگار نبود و پس از چندی شغل اداری را ترک گفت و خود را از قیود اداری خلاص نمود و به کارهای هنری که موافق دلخواه او بود پرداخت. بنان در سال 1321 خوانندگی در رادیو را آغاز کرد و در سال 1332 بنا به پیشنهاد شادروان خالقی در اداره کل هنرهای زیبا استخدام شد و به عنوان معلم آواز هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد که هنوز هم در این سمت باقی است. بنان علاوه بر شاگردانی که در هنرستان از محضر درسش استفاده می کنند، افراد دیگری را هم در خارج از محیط هنرستان تربیت کرده است که هر یک شهرتی یافتند. بنان هنرمندی است بلند نظر، بخشنده و منی. او به زندگی مرفه و آسوده علاقمند است و از این رو هر چه داشته یا به دست آورده و اکنون آیدش می شود خرج می کند. او اهل کار زیاد و یا فعالیت‌های شدید و پیگیر و یا انجام امور خطیر نیست، ولی توانایی این را دارد که محرک و مشوق دیگران باشد. با تمام این احوال اگر موقعیتی پیش آید که وجود و نیرو رو مورد نیاز باشد دریغ نخواهد کرد. او هنرمندی است موقع شناس، ولی هرگز آرمان و ایمان خود را به خاطر شخصیت دیگران دگرگون جلوه نمی‌دهد. اهل تملق و مداهنه نیست، ولی بی نزاکت هم نیست. او نسبت به زیبایی فوق‌العاده حساس است و آثار هنری به ویژه به مجسمه‌های مختلف و اشیاء کوچک زمینی علاقه بسیار دارد. شیفته نقاشی و شیدای شعر است. هر یک از اینها می‌تواند محرک هنرنمایی‌های او باشد. یک قطعه شعر نغز یا یک سیمای مطلوب، یک گفتار دلپسند ممکن است ساعتها بنان را به خوانندگی وادار سازد. بنان به خط بین‌المللی موسیقی یعنی نوت آشنا نیست، ولی معتقد به سودمندی آن می باشد و نوت را امری ضروری برای موسیقیدان می داند. چندین بار بنان قصد کرده است که نوت خواندن را یاد بگیرد، ولی به جهاتی این امر به تعویق افتاده است. صدای بنان بسیار لطیف و جذاب و شیرین و زیبا و خوشاهنگ است. شادروان خالقی درباره صدای بنان گفته است: بنان کوتاه می‌خواند، ولی در همین کوتاهی ذوق و هنر بسیار نهفته است. غلط‌ها و تحریرهای او چون رشته‌ای از مروارید غلطان به هم پیوسته و مانند آب روان است. من از صدای او محصور می‌شوم. به لذتی بی پایان می برم که فوق آن متصور نیست. من تصور نمی کنم خواننده‌ای به ذوق و لطف و استعداد بنان در قدیم داشته باشیم و به این زودی‌ها هم پیدا کنیم. من مفتون و عاشق صدای بنانم و از هنگامی که آواز او را شنیدم دیگر صوت هیچ خواننده‌ای در من تأثیر نمی کند. بنان در موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبهاتر است. این بود نظر استاد خالقی درباره صدای بنان. در سال 1336 بنان در یک حادثه اتومبیل مجروح شد و در بیمارستان بستری گشت. ابراز تألم مردم از این حادثه به اندازه‌ای بود که نظم بیمارستان را بر هم زده بود و ناگزیر دفتری در سرسرای بیمارستان نهادند تا عیادت کنندگان که توفیق دیدار او را نمی‌یافتند در آن دفتر ابراز محبت و تألم کنند. شادروان سرمد شاعر معروف که به قصد ملاقاتش رفته بود و توفیق دیدارش را نیافته بود روی کاغذی ارتجالاً چنین نوشت: گر چشم تو از چشم حسد در خطر افتاد، آتش به دل و دیده اهل نظر افتاد. چون چشم و چراغ دل اهل هنری تو، آفت نه به چشم تو، به چشم هنر افتاد. ارباب هنر چشم ندارند به دنیا که از دیده اهل نظر این خوشگتر افتاد. بیناست که بی دیده سر سر جهان یافت، کوران که به صد چشم عیان بیش بسر افتاد. گرچه سخن من به صدای تو نگیرد، لیکن دل ما هم سخن یکدیگر افتاد. تمام روزنامه ها و مجلات خبر حادثه مذکور را به تفصیل داده و ابراز تأثر کردند.
متاسفانه بنان چشم راست خود را در این حادثه از دست داد و پزشکان برای مسون موندن چشم دیگر سفر به اروپا و معالجه را تجویز کردند. دولت و وزارت اطلاعات و اداره رادیو مساعدت‌های مالی کردند و دوستان بنان کنسرتی با شرکت بانو مرضیه ترتیب دادند و موجبات سفرش را فراهم ساختند. گرچه بنان از این حادثه صدمه بسیار دید، ولی ضمناً درک کرد که چه محبوبیتی بین مردم دارد و ابراز تعلم طبقات مختلف جامعه او را امیدوار و دلگرم به زندگی کرد و نیروی تازه به او بخشیده است. او دیگر اون بنان ناراضی و بدبین نیست که هر دم آرزوی مرگ را می کرد. او امروز به زندگی لبخند می زند و آرزو دارد که زنده باشد تا بخواند و صدای گرم و لطیفش را به گوش همه مردم برساند. از هنرمند گرانمایه آقای بنان که در اینجا حضور دارند خواهش می کنم چند کلمه‌ای برای ضبط در این نوار بگویند که یادگاری از ایشان برای من و شنوندگان دیگر این نوار باشه. پیش یادم نمیاد که سالی با آقای خالقی با هم به ایلاقی میرفتیم به نام گلاب دره. تابستان رو با هم اونجا بودیم. بعد از نهار آقای خالقی من رو وادار میکرد در همون هوایی کرد به تمرین آهنگهای خودشان یا آهنگهای آقای استاد المری وزیری و بعد از نهار و در محلی که به نام انجمن انساز تحصیل شده بود به تمرین با ارکست مشغول میشد تا توانستم پس از پرا گرفتن این زمینه به شهرتم بیفزد. واقعا هم از همون تاریخ به شهرت من افزوده شد. به این دلیل میخواهم بگویم شهرت خودم رو مدیون محبت‌ها و زحمات بی‌شایبه روح الله خالقی بود، به طوری که در این اواخر بنده هم عضویت شورای عالی موسیقی پشت همان میزی که آقای خالقی می‌نشستند من هم می‌نشستم و همکاری می‌کردم. البته من همیشه نسبت به ایشون خودم رو کوچکتر فرض میکردم، علیتر فرض میکردم. راضی نبودم در اون شورایی که ایشون میشینن من حق نشستم داشته باشم، ولی با اصرار ایشون و پیشنهاد شورا ناچار قبول کردم عضویت شورا رو. ولی در این اواخر رفتن اروپا آقای خالقی پس از عمل جراحی مرگ ایشون لطمه بزرگی به اعصاب و روح من زد که شاید تا یک سال هم نتوانم مثل سابق انجام وظیفه‌ای بکنم. از آوازی از گلو هنجره خودم برای شنوندگانی که علاقه من به صوت من هستند، ولی ناچار برای ارضای خاطر او و روح او شاید خداوند قدرتی نصیبم کند که باز یواش یواش بتوانم مثل سابق بخوانم. دیگر نمیدونم حرفی ندارم چه بگویم چون واقعا متأثر هستم. امیدوارم شنوندگان مرا ببخشند که بیش از این نتوانستم حرفی بکنم و همینجا عرایزم خاتمه میدهم و باز هم به روح پاک پرفتوت و با عظمت خالقی درود میفرستم. اکنون قطعاتی از آوای دلنواز بنان را میشنوید. نخست آواز بنان همراه با پیانوی مرتضای مهر.